المسائل الأربعة. نال مسألة. نعم. المسألة الأربعة، المسألة الأولى أن لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن ندعو. ونام مسألة نام بروبوذا مرتغيو نمرا بروبوذا مكيو تشيدين مومباي نمرا علم نردن بديكرم. نعم. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا حتى يجتمع العلم مع العمل. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക പ്രാവർത്തികമാക്കുക അപ്പോഴാണ് അറിവും അതേപോലെ പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ച് കൂടുക. نعم تعلمنا وعملنا لابد ان ندعو الى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക എന്നത്. نعم ولابد ان نصبر نصبر اولا على العلم. അതിൽ ക്ഷമ അനിവാര്യമാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ക്ഷമയാണ് പ്രധാനം. ثم نصبر على العمل. അതേപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ക്ഷമ അനിവാര്യമാണ്. ثم نصبر على الدعوة. പ്രബോധനം ചെയ്യുവാനും ക്ഷമ അനിവാര്യമാണ്. نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. ദുനിയാവിൽ ഇതുപ്രകാരം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ ഖബറിൽ ഇൻഷാല്ലാഹ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. ഈ നാല് മസ്അലകൾക്കുള്ള തെളിവാണ് സൂറത്തുൽ അസ്ർ. نعم هذه السورة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها أن كل إنسان خاسر واستثنى من الخاسرين من يأتي بهذه المسائل الأربع. ഈ സൂറത്തിൽ അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യരെ സത്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെല്ലാം നഷ്ടത്തിലാണ് ഈ നാലു കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവർ ഒഴികെ എന്ന്. نعم يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام. പണ്ഡിതന്മാർ ക്ഷമയെ മൂന്നാക്കി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة على الصيام. ونما داي الله من أعراض الغلط روحي كنال الله تشمع يعني نسكارم نومب ترنية كاري غلط روحي كنال الله تشمع. الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب يعني تبتعد عن المحرمات عن الشرك عن الربا. عندما داي تنمغل وريبا كنال الله تشمع أدبا مدية بانم فلسا ترنية كاري غلط وريبا كنال تشمع نواجه مان. نعم الثالث صبر على اقدار الله ما يقدر الله عليك من مرض او فقر او ابتلاء والله اعلم. മൂന്നാമത് അല്ലാഹു തആലയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ മറ്റു വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളുള്ള ക്ഷമ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ഷമ.